سریالی که مثلا همش بزنه بکش و دوزی و فلینو بشه من دوست ندارم. اینا سریالی هستش که از ایران میاد. من سریالی دوست دارم که غذای روح ما باشه و آرامش پیدا کنیم. برنامه های شاد باشه. تاک شو، سریال، برنامه های ورزشی. برنامه اخبار رو دوست دارم، برنامه ورزشی رو دوست دارم و رقص رو دوست دارم و موسیقی دوست دارم. بیشتر برنامه روانشناسی رو نگاه میکنم، خیلی خوشم میاد. تاک شو کمتر نگاه میکنم، گاهی بعضی از سریال هایی که میذارید اگر آموزنده باشه برای ملت نگاه میکنم. مصاحبات که دارید با مردم اون رو خیلی ترجیح میدم ببینم. برنامه هم چیزش آوازش دوست دارم، همین فیلم های سریال های خیلی خوبی داره، هم چیز داره، مسابقه های خوبی داره، علمی فرهنگی، سریال های ایرانی، مخصوصا اونایی که بیشتر صحبت های علمی میکنن راجع به هر چیزی. یعنی این تلویزیون ها یا رادیو ها یه دانشگاهیست که بیشتر آدم های که سر کاری با اجتماع ندارن واقعا میاموزن، یاد میگیرن، دکترا صحبت میکنن، همیش خیلی بینش مردم و دانش مردم زیاد میشه در اثر دیدن تلویزیون ها. والا اگه برنامه های فرهنگی مثلا بیشتر پزشکی باشه، فرهنگی باشه، اینا رو بیشتر دوست دارم. یعنی برنامه هایی که پیام های جدیدی به من بده، آموزش بده که بچه هام از اون درس های به اصطلاح خوب زندگی رو بیاموزن. بیشتر برنامه های موسیقی. هیچ برنامه تاک شوی، برنامه های سری ادامه بدم، ولی موسیقی رو مرتب نگاه میکنم. چیزایی که به درد آینده آدم بخوره یا خوبی های آدم، خوبی های این روزگاره بگه، اینا رو دوست دارم. چیزایی که فیلم یا خنده داره اینا رو هم که گاهو دار گوش میدیم دیگه. Something that maybe education, like a Discovery Channel a little, you know, like about vacation travel channel a lot, yeah, to relax. کدوم برنامه شما رو بیشتر از همه راضی میکنه؟ اسمارش نمیدونم بهت بگم. من اخبارش خیلی دوست دارم و اینکه ترانه های ایرانی رو که پخش میکنن خیلی خوبه، دوست داریم. خیلی دوست دارم. یعنی واقعا آدم احساس میکنه تو محیط ایرانه، بسیار عالیه و خدا رو شکر برنامه آموزنده خیلی داریم، خیلی زیاد. انشالله بیشتر میشه دیگه، 100%. عجب دنیایی دارن این بزرگ سالای ما اینجا. برمیگردیم به استودیو خدمت آقای لاهیجی و کارشناس محترم برنامه. بله دوستان، مرسی شقایق عزیز. و دیدیم که شهروندان ما در سطح شهر لس آنجلس و در این مرکز تفریحی سالمندان و بزرگسالان به نوعی چگونه فکر میکنن نسبت به این موضوع، چند ساعت وقتشون رو میگذرونه. برای من خیلی جالبه که اگر یه سریالی رو یا یک برنامه دوست ندارید چرا نگاش میکنید، چرا کانال رو روش نگه میدارید. حالا جالبتر هم میشه این قضیه، چون که بعضی از بینندگان و شهروندان میگن که خب خیلی خوبه که سریالایی که پخش میکنید قسمت های بعدشون نشون ندید، یعنی که این سریال ها رو یه بار دیگه تلویزیون ادیتش بکنه بعدن پخشش کنه. ولی میخوایم بریم که ببینیم خانم دکتر فوجان زینی نظرشون چی هست. سلام و درود بر شما و خوش اومدید. با سلام به شما و بینندگان عزیز، خوشحالم که در کنارتون هستم. مرسی. و خیلی زیبا بود دیدن دوستان ایرانی که دارن با هم اصلا من کل این پروگرامی که کلا کالیفرنیا گذاشته، من نمیدونم که ایالت‌های دیگه دارن یا نه، ولی کالیفرنیا گذاشته که سالمندان جایگاهی رو دارن که میتونن برن و در کنار هم دیگه باشن و در کنار خودشون باشن، خیلی خیلی مهمه. و این خیلی براشون جالبه که تو ایران، میدونید که ایرانی‌ها باور نمی‌کنن چنین چیزایی وجود داره، میگن که اصلا مگه میشه مرکزی وجود داشته باشه که از صبح شما برید اونجا و با ماشین بیان ببرنتون
واقعا تفریح، انواع تفریح وجود داره اونجا. کسی که اهل مطالعه است، تلویزیون، سینما، فیلم میخواد ببینه، بازی میخواد بکنه، موسیقی، رقص، و خیلی جالب هستش. خیلی جالب به خاطر اینکه قبل از اینه که این پروگرام اصلا به وجود بیاد نگاه میکردن به اینی که افسردگی در بزرگسالان خیلی خیلی بیشتر داشت میشد. درست. و همچنین شرایطی به وجود آوردن و دیدن که قاعدتا علائم افسردگی کماکان کمتر شده. چی از تلویزیون یاد میگیرین شما؟ من از روانشناسی یاد میگیرم، از گفتن میان صحبت میکنن کلمه کلمه، از چیزایی که به دردم میخوره یاد میگیرم، خیلی از تلویزیون من یاد میگیرم. طبیعتاً تلویزیون یه آموزش بزرگ برای همه است. یعنی چه چیزی یاد میگیرم شاید نتونم که اشاره به چیز خاصی بکنم، ولی یه دانشگاه عمومیه، یعنی باید واقعاً آدم بهش توجه کنه و دقیقاً میتونه بیاموزه همه چیز رو، در اجتماعی رو به خصوص. از تلویزیون آرامش، دوستی، کینه ها رو بذاریم کنار، با همه دوست باشیم، مهربون باشیم، و این خودش اصلا به ما نشون میده این چیزا رو. وقتی آدم میشینه پای تلویزیون اینا رو نگاه میکنه، واقعاً یادش میره که با کی بده، با کی همچین، دوست داره با همه مهربون باشه. البته که یاد میگیرم. بعض موقع که دانستنی ها داره، از اون دانستنی هاش میگیرم، تجربه میگیرم و راضی هستم. خب برنامه های آموزنده رو حتما باید یاد بگیریم دیگه، سن ما اقتضا میکنه که برنامه های آموزنده رو یاد بگیریم. تلویزیون آموزنده باشه یاد میگیریم، ناجورم باشه بازم گوش میدیم دیگه. تمام چیزای اجتماعی رو میشه ازش آموخت دیگه. شما بیشتر محتواشو دوست دارین یا مجری برنامه؟ مجری برنامه اگه نباشن که اون مصاحبه نیستن که، به همشون. مجریارم دوست دارین؟ بله مجریارم دوست دارین. البته اون مجری برنامه برام مهمه. از محتوا یا از مجری؟ خب مجری مهارتش محتوای برنامه رو و کیفیت برنامه رو به ما بیشتر میده. مجری خیلی هم شرط، خیلی شرطه. دوستان عزیز، بینندگان خوب، ملاحظه کردید که به هر حال دارن در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنن. رسیدن به محتوا و مجری، آیا هر دو یکیشون؟ و خب خوبه که توجه افراد رو میبینید نسبت به این موضوع. خب مشکل فنیمون امیدوارم برطرف شده باشه. برگشتیم و میخواییم که در خدمت خانم دکتر فوجان زینی عزیز باشیم. درود بر شما. با سلام و درود بر شما و بینندگانتون. میگم که صدای من زیاد درست نمیرم، امیدوارم حالا صدای منو بشنوین. مرسی، حتما همینطوره. خب خانم دکتر از ابتدا شروع کنیم. داشتیم راجع به گروه سالمندان نگاه میکردی به اینی که چقدر این کل این پروگرام و برنامه ها میتونه که برای اونها افسردگی رو رها بکنه، و صحبت قشنگی که میکردن به این بودش که احتیاج دارن به اینی که انترتین بشن در حقیقت. بله. و نه تنها آموزش ببینن بلکه انترتین بشن. شما داشتین نگاه میکنین به نقش اینی که تلویزیون چی کار میتونه بکنه اصلا برای اشخاص مختلف. درسته. و یکی از نقش هایی که میتونست داشته باشه، همونطور که خیلی از دوستان داشتن میگفتن، اینی که اونها رو از تنهایی بیرون میاره. درست. وقتی که تلویزیون رو روشن میکنن، وقتی که تمام مدت توی خونه هستن و لحظه‌ای که میان تلویزیون روشن می‌کنن، خانم میگه من لحظه‌ای که وارد میشم تلویزیون رو روشن می‌کنم. ممکنه تو خونم راه میرن هزار تا کار دیگه میکنن، ولی صدای تلویزیون همیشه اونجاست. یعنی اینی که من تنها نیستم، یعنی اینی که اشخاص دیگه‌ای هم هستن در کنار من و صداشون داره میاد. بله. یک مسئله مهم دیگه که تلویزیون به وجود آورد، حالا قبلا رادیو بود که به وجود می آورد، اینه که در سکوت صدای مغز ما خیلی زیاد و بلنده. وقتی سکوت میکنیم، تنها چیزی که مکررن داریم میشنویم افکار خودمونه. آها. و در نتیجه چیزهایی از خارج انتظار داریم و نیاز داریم که باشه، که یه مقدار زیادی صدای حتی ذهن خودمون رو برای خودمون کمتر بکنه. درسته. چون زیاد جالب نیست صبح تا شب فقط به خودمون نگاه بکنیم و فکرای اونجا، چون یه فکرای به خصوصیه که هی ادامه پیدا میکنه، مثل یک ریکوردینگه. بله.